رهبر ملی ما آقای محمد داوود در جلسه امروز از احساسات صمیمانه و قدر شناسی شما به نهایت متاسفم و تشکرات قلبی خود را. کودتای 26 سرطان سال 1352 یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخ سیاسی افغانستان معاصر است. داوود خان برای ازی که سلطنت را سقوط بده و بسیج نیروهای دست زد که اون نیروها تازه شکل گرفته بودند در صحنه سیاست افغانستان، داوود خان و بعضی از کادرهای چپی جریان چپ افغانستان و به شماری از افسران جوان اردوی وقت افغانستان که اونا تحصیل کرده شوروی بودن و با ایدئولوژی چپ باور داشتن دست زد و به اینا اتکا کرد و از طریق اینا در واقع سلطنت را از بین برد. کسایی که انتخاب شغل محمد داوود رئیس رئیس جمهوری افغانستان برای شش سال آینده قبول نمیکنه مخالف است، لطفا دستای خود را کسی که مخالف است بالا کنند. در سال 1352 قرارداد بین افغانستان و ایران امضا شده بود که وضعیت حقوقی رودخانه هلمند را بین ایران و افغانستان مشخص می ساخت و همچنان موضوع پشتونستان کمی سرد شده بود. داوود خان از این دو موضوع برای بسیج نیرو استفاده کرد. نیروهای متحد اتحاد شوروی در داخل افغانستان هم این رویدادها را به دیده شک می نگریستن و فکر می کردن که اگر افغانستان بیشتر نزدیک شود به قدرت هایی که طرفدار بلاک غرب هستن، عرصه بر نیروهای چپ تنگ می شه. به همین دلیل بود که اونا زود مجذوب دایی داوود خان شدن و داوود خان هم تانست که به این نیروها اتکا بکنه و به همین ترتیب سلطنت سقوط کرد. دهم دسامبر 1355 هجری شمسی، روز پر افتخاره که در تاریخ و بعد از اینکه داوود خان به قدرت هم رسید، ظاهر شاه چون سیاستمدار پاسیفیست بود، پیشنهادهایی که برش شد برای از اینکه با کودتا مخالفت کنه جنبش ضد کودتا را پرته با اینا مخالفت کرد، استعفای خود را اعلام کرد. جنگ قدرت در بین خانواده های سلطنتی افغانستان در گذشته ها هم بوده، مثلا امیرا و امیرزادگان هم دیگر کور میکردن، هم دیگر میکشتن و جنگ قدرت محدود بود به امو خانواده سلطنتی. کودتای 26 سرطان هم چیز شبیه امو بود، یعنی یک کودتای درون خاندانی بود، اما فرقش این بود که داوود خان در این کودتا به جای این که به علمای دینی و به رهبران قبایل اتکا کنه و اونا را بسیج بکنه علیه شاه، به نیروهای دیگه اتکا کرد، به افسران مارکسیست اتکا کرد و به کادرهای از جنبش چپ اتکا کرد. اگر باید رفقا باشم، در روز اعلان جمهوری ما یک جمله گفته بودم و اون این بود که در طول مدت مسئولیت های مختلف در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان، مخصوصا طبقات معروم و نسل جوان مملکت، یک محیط مثبت و واقعی نشو و نمای مادی و معنوی میسر گردد. کودتای سردار محمد داوود خان به نظر من رویدادی بود که خلاصه افغانستان را از مسیر رشد طبیعی سیاسی، از مسیر رشد طبیعی توسعه سیاسی باز داشت. ما در دهه دموکراسی می رفتیم آیستا آیستا به سمت ای که نهاد سلطنت و حکومت از هم جدا شود، یک دموکراسی پارلمانی شکل بگیره در افغانستان، اما کودتای سردار محمد داوود خان متاسفانه او مسیر تکامل طبیعی سیاسی افغانستان را به عقب انداخت. ما نمیخواهیم که، یعنی آرزو نداریم که در این کشمکش‌های جهانی و یک طرف واقع شیم یا در بلوک‌های نظامی یا غیره گشامش. داوود خان یک شخصیت اقتدارگرا بود، با حکومت استبدادی
باور داشت و دموکراسی باور نداشت، به مطبوعات آزاد باور نداشت و به یک نوع ناسیونالیسم حزبگرا باور داشت و فکر میکرد که با این روش میتونه کشور بیشتر و خوبتر اداره بکنه.